فصل سیزدهم. در همان هنگام عده‌ای در آنجا حضور داشتند که داستان جلیلیانی را که پیلاتوس خونشان را با قربانی‌هایشان درآمیخته بود ذکر کردند. عیسی به آنان جواب داد: آیا تصور می‌کنید این جلیلیان که دوچار آن سرنوشت شدند از سایر جلیلیان خطاکارتر بودند؟ یقیناً خیر، اما بدانید که اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. و یا آن 18 نفری که در موقع فرو ریختن برجی در سلوام کشته شدند، خیال می‌کنید از سایر مردمانی که در اورشلیم زندگی می‌کردند گناهکارتر بودند؟ خیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. عیسی برای آنان این مثل را آورده گفت: مردی در تاکستانش درخت انجیری داشت و برای چیدن میوه به آنجا رفت ولی چیزی پیدا نکرد. پس به باغبان گفت: نگاه کن، الان 3 سال است که من میایم و در این درخت دنبال میوه میگردم ولی چیزی پیدا نکردم. آن را ببر، چرا بی سبب زمین را اشغال کند؟ اما او جواب داد: ارباب، این 1 سال هم بگذار بماند تا من دورش را بکنم و کود بریزم. اگر در موسم آینده میوه آورد چه بهتر، و الا دستور بده تا آن را ببرن. 1 روز سبت عیسی در کنیسه‌ای به تعلیم مشغول بود. در آنجا زنی حضور داشت که روحی پلید او را مدت 18 سال رنجور کرده بود. پشتش خمیده شده بود و نمی توانست راست بایستد. وقتی عیسی او را دید به او فرمود: ای زن، تو از بیماری خود شفا یافتی. بعد دستهای خود را بر او گذاشت و فوراً قامت او راست شد و به شکرگزاری پروردگار پرداخت. اما در عوض سرپرست کنیسه از اینکه عیسی در روز سبت شفا داده بود دلگیر شد و به جماعت گفت: 6 روز تعیین شده است که باید کار کرد. در یکی از آن روزها بیایید و شفا بگیرید، نه در روز سبت. عیسی خداوند در جواب او فرمود: اگریاکاران، آیا کسی در میان شما پیدا می شود که در روز سبت گاو یا الاغ خود را از آخر باز نکند و برای آب دادن بیرون نبرد؟ پس چه عیب دارد اگر این زن که دختر ابراهیم است و 18 سال گرفتار شیطان بود در روز سبت از این بندها آزاد شود؟ وقتی عیسی این سخنان را فرمود، مخالفان او خجل گشتند، در حالی که عموم مردم از اعمال شگفت‌انگیزی که انجام می‌داد خوشحال بودند. عیسی به سخنان خود ادامه داد و فرمود: پادشاهی خدا مانند چیست؟ آن را به چه چیز تشبیه کنم؟ مانند دانه خردلی است که شخصی آن را در باغ خود کاشت، آن دانه رشد کرد و درختی شد و پرندگان آمدند و در میان شاخه‌هایش آشیانه گرفتند. باز فرمود: پادشاهی خدا را به چه چیز تشبیه کنم؟ مانند خمیرمایه‌ای است که زنی آن را با 3 پیمانه آرد مخلوط کرد تا تمام خمیر ور بیاید. عیسی به سفر خود در شهرها و روستاها ادامه داد و در حالی که به سوی اورشلیم می‌رفت به مردم تعلیم می‌داد. شخصی از او پرسید: ای آقا، آیا فقط عده معدودی نجات می‌یابند؟ عیسی به ایشان گفت: سخت بکوشید تا خود را به داخل در تنگ برسانید و بدانید که عده بسیاری برای ورود کوشش خواهند کرد ولی توفیق نخواهند یافت. بعد از آنکه صاحب خانه برخیزد و در را قفل کند، شما خود را بیرون خواهید دید و در آن موقع در را می‌کوبید و می‌گویید: ای آقا، اجازه بفرما به داخل بیاییم. اما جواب او فقط این خواهد بود: من نمیدانم شما از کجا آمده اید. بعد شما خواهید گفت: ما با تو سر 1 سفره خوردیم و نوشیدیم و تو در کوچه های ما تعلیم میدادی. اما او باز به شما خواهد گفت: نمیدانم شما از کجا آمده اید. ای بدکاران، همه از پیش چشم من دور شوید. در آن زمان شما که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام پیامبران را در پادشاهی خدا می‌بینید، در حالی که خودتان محروم هستید، چقدر گریه خواهید کرد و دندان بر دندان خواهید فشرد.
مردم از مشرق و مغرب و شمال و جنوب خواهند آمد و در پادشاهی خدا بر سر سفره خواهند نشست. آری آنان که اکنون آخرین هستند اولین و آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند بود. در آن موقع عده‌ای از فریسیان پیش او آمدند و گفتند اینجا را ترک کن و به جای دیگر برو، هیرودیس قصد جان تو را دارد. عیسی جواب داد بروید و به آن روباه بگویید من امروز و فردا دیوها را بیرون میرانم و شفا میدهم و در روز سوم به هدف خود نائل میشوم، اما باید امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم، زیرا این محال است که پیامبر در جای جز اورشلیم بمیرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را میکشی و آنانی را که پیش تو فرستاده میشوند سنگ سار میکنی، چه بسیار آرزو داشتم مانند مرغی که جوجه های خود را زیر پر و بالش میگیرد فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما نخواستی. به شما میگویم که خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانی که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند می آید.